اولین روز بارانی را به خاطر داری؟ غافلگیر شدیم، چتر نداشتیم، خندیدیم، دویدیم، به خیس شدنهای گلالود عشق ورزیدیم. دومین روز بارانی را چطور؟ پیشبینیش را کرده بودی، چتر آورده بودی، من غافلگیر شدم. سعی می کردی من خیس نشوم. شانه سمت چپ تو کاملا خیس بود. سبمون ریز چطور؟ گفتی سرت درد می کند، حوصله نداشتی سرما بخوری، چتر را کاملا بالای سر خودت گرفتی و شانه راست من کاملا خیس شد. چند روز پیش را چطور؟ به خاطر داری با یک چتر اضافه آمدی، مجبور بودیم برای اینکه پین‌های چتر در چشممان نرود دو قدم از هم دورتر برویم. فردا دیگر برای قدم زدن نمی آیم، تنها بود. آرزوهامو به یه
بندازم روزمون رو تاب بدم بندازم روزمون رو تاب بدم گل ای گون بحار دل من یه بیابون با ریسیورهای خود کلنجار نروید. جل باکس HD 500 کامل ترین و ساده ترین ریسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبانهای فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 همکنون تماس بگیرید. با درود گرم، داریوش باقری هستم در برنامه این روزها و خیلی خوشحالم که بیننده این برنامه هستید. اسوتلانا الکسوویچ، نویسنده و برنده نوبل ادبیات، در کتاب روزگار رفته آخرین سرخ‌ها از زندگی عمومی مردم شوروی در آن دوره یک مثال جالبی دارد. میگوید در شوروی نبردی دائمی بین یخچال و تلویزیون در جریان است. تلویزیون دائما از پروپاگاندای رفاه زندگی شهروندان در شوروی تحت سیطره حزب کمونیست میگوید، ولی یخچال از واقعیت تلخ زندگی آنها و فقر و نداری. او در آخر پیش بینی میکند که یخچال بر تلویزیون پیروز خواهد شد. در زندگی مردم ایران در دوره 44 سال بعد از انقلاب هم دقیقاً همین پروپاگاندا با همین شیوه و چاشنی دیده می شود. به ادعای تلویزیون حکومتی تمام غرب به خاک مذلت و خاری افتادند و جمهوری اسلامی روز به روز در حال فتح قله‌های پیش رفت. ولی اون چیزی که در یخچال‌ها و زندگی روزمره مردم و فکر و ذهن نخبگان می‌گذرد، حکایت دیگری را نشان می‌دهد. یاد مشقاسم افتادم و تک کلام مشهور
دایجان ناپلئون که کار انگلیس هاست. یک کلیپ میخوام براتون پخش کنم، یه فیلمی بود بی بی سی پخش کرد چند سال، 7-8-10 سال پیش، الانم فکر خیلی کم ممکنه جایی پیدا بشه اونو ببینینش، ولی در رابطه با استعمار انگلیس بر کشورها از جمله ایران که چه روش هایی رو در پیش میگرفتن نگاه کنید، خیلی آموزنده است. Proceed, Lord Rothschild. Your Majesty, a man consumes 2,000 calories per day. Now, if someone was to come along and offer a good price for half of his nutrition, the world would consent. Now, in Iran, they harvest the wheat and oats to make the staple food bread. The seeds they use for seeding and some for feeding the livestock. However, for a good food, perhaps we could offer more money. There's nothing left to eat. This operation reminds one of 1841 and the potato famine. It broke Ireland and brought the people to their knees in desperation. Iran is not Ireland. Exactly. But you know, no permission was given to build a railway in Iran due to its proximity to India. Their transport is not trains or cars, but beasts of burden. Now, if we were to buy the grain cheaply in the summer, refuse to sell it, and drive up the price of wheat, they would be forced to eat their livestock in winter. Sir Charles, have we got the power to stop the importation of wheat from India? Yes, it is, my lord. Good. Their supply is already running out. And their herbal medicines will die in the winter. Very soon, the Iranian people will be silent and desperate. When nomads have no cattle, they raid and fight amongst themselves. Exactly. Divide and conquer. Without even firing a single bullet. Indeed. No report will be made from this meeting. Lord Rothschild, it is our wish that you should oversee the execution of this mission personally. Your Majesty, with the announcement for Lord Balfour's declaration, I am so filled with joyous anticipation that I could walk to Iran. یکی از خدام حرم امام رضا که برای تفریح به شمال آمده بود تعریف میکرد کبوتران حرم امام رضا در ماه بیش از 4 میلیارد تومان و در ایام پرترافیک زوار بیش از 9 میلیارد تومان برای متولیان حرم، البته دیگه باید بگیم علم الهدا، سوددهی دارند. در 10 مکان برای کبوتران گندم ریخته می شود. در هر مکان قفس هایی است پر از کبوتر که زوار با پرداخت 10,000 تومان پرنده ای را خریده و آزاد می کنند. اکثر زوار بیش از 1-2 تا، 10 تا و 20 تا هم می خرند و دیده شده تا 50 و 100 تا هم یک جا خریدند. عرب ها که همیشه به تعداد فرزندان کبوتر آزاد می کنند و زوار نادان نمی دانند که این کبوتران جلدند و به جز حریم حرم جایی را نمی روند. گندم را در بسته های 200 گرمی به مبلغ 5000 تومان می فروشند، یعنی 1 کیلو گندم را 25000 تومان می فروشند و خادمانی هستند که دائم در حال جارو کردن و جمع‌آوری گندم‌ها هستند تا زوار گندم روی زمین نبینند و هرچه زودتر گندم خریداری کنند. در هر مکان و هر ساعت بیش از 5 کیسه 10 کیلویی گندم جمع‌آوری می‌کنند که در مدت 24 ساعت بیش از 10 تن گندم انبار می‌شود و مجدداً کیلویی 25000 تومان به زوار فروخته می‌شود. زائرینی هستند که 1 یا چند گونی گندم نصب کرده با خود می آورند و تحویل انبار می دهند و یا از انبار حرم خرید می کنند و فقط پولش را می دهند. افراد بسیار زیادی هستند که کبوتران شخصی دارند و آنها را وقف حرم می کنند و روزی نیست که چندین کیسه و قفس پر از کبوتران گران قیمت تحویل انبار نشود که مسئولین بعدن آنها را قیمت گذاری کرده و خیلی بالا به کبوتروازان می فروشند
و خیلی جزئیات دیگری هست که مجال گفتن نیست. این تنها درآمدزایی کبوتران است که تا به حال فکر کسی خطور نمی کرده است که چه می کنند. و در نهایت آستان قدس رضوی بابت تکاندن خاک فرش‌های حرم امام رضا بر جسد از خانواده میت 5,000,000 تومان دریافت می کند که باعث آمرزش امواتشان شود. عرضم به حضورتون که هر کسی را بهر کاری ساختند، میل آن را در دلش انداختند. اینو مولوی گفته. این کلیپی که براتون الان میخوام پخش کنم همون شایسته سالاری و پیشرفت علمی تخصصی در حکومت عدل علیه، وزیر گردشگری و نمیدونم این چیزا که برای خودش الان درست کردن، اومده یک توالت رو افتتاح کنه، فیلم برداری و فلان و خلاصه بساطی. نگاه کنید. بازدید از کاخ اردشیر بابکان یه طرف، بازدید از این سرویس بهداشتی یه طرف. این مردم قرار است که برن با اردشیر بابکان سلام علیک کنن، اول میخوام برن اینجا سرویس بهداشتی با خانواده. ببینیم نمره قبولی میگیره آقای محسنی یا نه. مال قسمت زنونم عین همین اونوره. نمره قبولی اجمالا گرفتی. کی مسئول صبح به صبح ببینه سرویس های بهداشتی تمیزی؟ کی مسئولش اینجا که نمره قبولی گرفته؟ شما هستی؟ آفرین. شما اول صبح اینا رو کنترل میکنی؟ ایشون رو یه تشویقی، آقای دهقان، بعد از اینکه من رفتم یه تشویقی بهشون بده که این 12 تا سرویس اینجا تمیز در شأن یه پایگاه بود، تصویرش هم جایی دیگه بذارید، بقیه ازشون یاد میگیرن. یعنی احترام به مردم. احترام به مردم یعنی هم عفت عمومی کیست و چرا هی جریحه دار می شود؟ شاید شما هم اسم عشرت و عزت و عفت دخترهای ایران خانم به گوشتان خورده باشد. ما عزت را هیچ وقت ندیدیم، ولی شنیدیم که طفلک را به زور شوهر دادند و حدود 40 سالی است که ایران را ترک کرده، رفته جایی که عرب نینداخت. عشرت خواهر کوچکتر خوشگل بود و کلی هم خواستگار داشت، ولی چون سر گوشش می جنبید توی زیرزمین حبسش کردند و الان سالهاست در حصر خانگی است. تمثیلی آورده از جمهوری اسلامی و این سه اسمی که گذاشته در حقیقت به نوعی خصوصیات ایرانی ها رو میده که اون دوتا عزت و عشرت از بین رفتن در جمهوری اسلامی. بعد از دربدری عزت و زندانی شدن عشرت، تمام بارها افتاد گردن عفت. عفت خانم توی زندگی خصوصی همه مداخله می کند. حتی چند وقت پیش بلند شد رفت اسم فامیلش را عوض کرد، گذاشت عمومی، شد عفت عمومی. عفت عمومی زیاد کاری به کار مردها ندارد، برایش مهم نیست که چی بپوشند یا توی تاکسی لنگشان را 180 درجه باز کنند و توی استادیوم فوش خواهر و مادر بدهند، ولی تا دلتان بخواهد حواسش به ما هست و برای همین اجازه نمیدهد برویم استادیوم مبادا آن سخنان رکیک را بشنویم و چشم و گوش من باز شود. ما دخترها از همان کودکی با عفت خانم بزرگ شدیم و خیلی چیزها ازش یاد گرفتیم. یادش بخیر تاتی تاتی میکردیم که ایشان حواسشان بود با پسرهای فامیل بازی نکنیم. وقتی میخندیدیم و شاد بودیم هم به دلایل نامعلوم چشم قره میرفت. وارد مدرسه که شدیم عفت عمومی توی مدرسه ناظم ما بود. مقنعه ما را میکشید جلو و دستور میداد جوراب رنگی نپوشیم. بعدتر که رفتیم دانشگاه عضو کمیته انضباطی شد و خیلی ها را به جرم شوخی یا مبادله کردن جزوه با جنس مخالف تعلیق کرد.
عاشق که شدیم خواب و خوراک نداشت، مبادا دست ما را در دست مردی بگذاریم و توی خیابان قدم بزنیم. اصولا یکی از علاقمندی های عفت خانم ربط دادن موضوعات به ظاهر بی ربط بود. خون شهدای جنگ تحمیلی را به حجاب بچه های دبستانی ربط می داد، ربط زلزله و بدحجابی را کشف کرد، پای درد دلش بنشینی فروپاشی اقتصادی را هم به بی عفتی ربط می داد. از دیگر علاقمندی های عفت خانم معاشرت با عصمت و طاهره و معصومه است، ولی چشم دیدن آزاده را ندارد. آزاده یکی از ما و دست پرورده خود عفت خانم بود که تا زمانی که زد به سرش که آزاد زندگی کند. متاسفانه این روزها عفت عمومی مدام ضربه می خورد و با رفتارهای ناهنجار خدشه‌دار می شود. یک روز یکی میخواهد خودش باشد، پس فردا فلانی میخواهد برقصد و محتوای مجرمانه تولید کند یا روسریش را بردارد و فحشا را ترویج کند. بعضیا معتقدند که این انتخاب شخصی هر کسی است که چطور لباس بپوشد، حرف بزند، بخندد و معاشرت کند، ولی هر حرکت خصوصی که فردی در فضای خصوصی خودش هم انجام بدهد یک جورایی مربوط به عفت از نوع عمومی میشود. آقای رئیس جمهور ما سفرهای بین المللیش رو شروع کرده، این بار رفته آفریقا و یکی از کشورهای آفریقایی رو داره بازدید میکنه و کل اونجا سخنرانی کرده و اصلا یک اوضاعی. از این ور مسئولان اعلام کردن که 57% مردم در ایران سوء تغذیه دارن. خلاصه اوضاع بلبشویی است. ببینیم زینب خانم چی میگه در این مورد. موسوی: الو، سلام ابی قسندم. خوبی مامان جان؟ آفریقا خوش میگذره؟ قربونت برم عزیزم. مامان جان، تا آفریقایی میتونی از این آفریقایی یه سوال خوب بپرسی؟ ببین ازشون بپرس که مردمشون چجوری با سوء تغذیه زندن. آره انگار 57% مردم ما سوء تغذیه داره. نه غذا هست تو مملکت ما، نه مردم ما تعارف میکنن، تعارفیان. نه هست، نه من غذا گذاشتم جلوشون، غذا خودت توی یخچال قاچانگ ما یه پرنقو برگردی. بله من میدونم تا شام و نهارو میپرسی از مردم هر جا میری، همه جا که تو میری اولین چیزی که میپرسی شام و نهاره. میدونم قربونت برام، من تقصیر تو نیستش که خودشون تعارف میکنن. نه دوست دارن غذا ایرانی، خیلی دوست دارن، خارجی هم غذا ایرانی دوست دارن. نه تو حالا از اونا بپرس که چجوری مردمشون با سوء تغذیه زندن. نه مردم ما هم زندن قربونت برم، نه ناراحت نباش، میدونم تو مهربونی، میدونم به غذای همه اهمیت میدی. آخه رفتی به زرافه اونجا غذا دادی؟ مامان جان لباست مناسب پارک ملی های آفریقا نیست، نمیتونی اونجا راحت بدویی، لباس مناسب بپوش میری اونجا. لباس های خودتو دوست داری باشه قربونت برم، نرو پس اونجا، فیلایی ها میفتن دنبال دیگه، مقدر سخت با اون لباس بخوای بدویی. فقط این سوء تغذیه با اینا رو نه من باشه میپرسم. الان از همه اینه که اینجا میسن به شما شام و نهار دادن دیگه، ابی قسندم نگرانه. آره مامان جان اینجا همه شام و نهار، اون 57% دورن از ما. حالا یه برای غریبه میخوام، حالا کشورهای همسایه میخوام ببینم اگر نتونستن و اینا. میدونم شام و نهار خیلی مهمه، میدونم قربونت برم. من کار نداری مامان جان، جمیله رو ببوس. جمهوری اسلامی رو جمع زیادی از متخصصین و دانشمندان و ادیبان در رأس کار هستند و مرتب مقوله ادبی و فرهنگی تولید میکنن. اومدن یک کار جالبی کردن، گفتن بیاین مفاخرمون رو، مطالبشون رو، اسمشون رو ترجمه کنیم، بذاریم در دید عموم قرار بگیره و مردم دنیا بفهمن که این بزرگان ما چه کسانی بودن. ببینین چه گلی زدن. سلطان جمهوری اسلامی، عرضم به حضورتون که انشای امروز رو در رابطه با در ملأ عام عنوان انشاشونه. خب میدونید در جمهوری اسلامی خیلی قرار رو در ملأ عام نمیشه کرد، مثل اون مطلبی که راجع به عفت عمومی خوندم که عفت عمومی لکه‌دار نشود. انشا رو شروع میکنه که آقا دوچرخه سواری خانوما در ملأ عام ممنوعه، بوسیدن در ملأ عام ممنوعه، نمیدونم خیلی چیزا ممنوعه، ولی مثلا اگه یه نفر سر زنشو ببره تو ملأ عام بچرخونه اشکالی نداره.
بریم ببینیم که در ادامه مطلب چی میگه برامون. برای خودش زندگی میکنه. در کشور ما همچنین میشود جلو بزرگترین و قدیمی ترین و معتبرترین دانشگاه مملکت در روز روشن جلو چشم همه گوسفند قاچ قاچ کرد. برو بابا برو. دیدیم نجم روز عید بودش جلو سردر دانشگاه تهران از این چهارپای بلنده گذاشتن، گوسفندان زدن زمین کفیدن اونجا جلو چشم همه گوسفندان پخ پخ کردن، بعد اونجا آویزون کردن شقه شقه کردن آنگار دستابی بودش جلو ملعان ملت هم واسدادن سر اینکه دنبلانش به چی برسه همدیگر پار پوره کردن. بعد آقا شبش همه چی همونجور ول کردن رفتن خونه هاشون. فرداش دوباره پاشدن اومدن همونجا دقیقا همونجا تو روز روشن جلو چشم همه دیگ و قابلمه و چارپایه رو جلو سردر دانشگاه تهران سابیدن ریکا و اینا زدش خستن رفتن. آخه سردر دانشگاه تهران پشماش ریخت آقا از این حرکت. از دیگر کارهای زیبا و فرهنگی هنری که در کشور ما در ملع عام انجام می شود پختن کیک و شیرینی و ساندویچ های بسیار گنده عظیم است که آقا تو مناسبت های مختلف اینا رو درست می کنن که ریکورد بزنن باهاش تو گینس ثبتش بکنن. ولی خب معمولا قبل از این که خود خوراکی توی گینس ثبت بشه تعداد تلفات مردم سر گرفتن و خوردن خوراکی خبرساز میشه ثبت میشه. آقا مورد داشتیم مثلا رفته کیک 500 متری بخوره زیر دست و پا له شده استخوان گابرگاش رفته توی چشمش لجنش خورد شده الانم بیمارستانه. ما در ملعه هم اینجوره هنرنمایی میکنیم مثلا میخواد 500 متر ساندویچ درست میکنه اونجا 500 تا تلفات میده در اون روز. همچین مملکت آزاد داریم. نتیجه اینگه جناب مسئول من خیلی تحقیق کردم خودت میدونه علکی حرف نمیزم اهل تحقیقم آخرش به این نتیجه رسیدم که شما مغز تو ترسه گذاشتن. چی؟ آقا ترسه دیگه یعنی بررسک گذاشتن. ها؟ برعکس آقا مغز جنابای مسئول ما برعکس گذاشتن یعنی آدمیزاد هر کاری که میکنه شما نمیکنی، هر کاری هم که هیچ آدمیزادی در دنیا انجام نمیده شما انجام میده. همینم باعث شده که آبرو برای ما در ملع عام جهانی نذاره. میبینی دیگه خودت الان روز قارمه خودت داره میبینی این وضعیت مایی که شما درست کردی ملع عام کردی ما را. تمام. با ریسیورهای خود کلنجار نروید. جل باکس HD 500 کامل ترین و ساده ترین رسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبانهای فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 همکنون تماس بگیرید. درودی مجدد به بخش دوم برنامه امروز خوش آمدید. داروش باقری هستم در برنامه این روزها. اندر احوالات حضرت مولانا آمده روزی از کنار مسجدی میگذشت دید عده‌ای دست به دعا برداشتند و میگویند خدایا کافران را بکشت. مولانا از کنار مسجد برفتی تا به کلیسای ترسایان رسیدی و دید در آنجا هم عده‌ای دست به آسمان برافراشته و همی گویند خدایا کافران را بکش. مولانا چون برفت و به میخانه رسید بدید در آنجا جامها بر هم زنند و ندا در دهند به سلامتی و اندر بحر اندیشه برفت و سپس بگفتا من در این زمان آن دریافتمی که دیدمی که دین مستی بهترین ادیان است که جز سلامتی و بهزیستی دیگران آرزوی دیگر نشناسند. در دانشگاه الزهرا باشن روی همه اکثر دانشگاه این کارو کردن روی زمین پرچم آمریکا و اسرائیل و اینا رو کشیدن که مردم از روش رد شن. ببینید چه نتیجه معکوسی داده. پرچم کشور نیست، پرچم آزادیه. ماو تستونگ 26 سال ناخدای کشتی جمهوری خلق چین بود و طی این مدت به رغم خلوص نیت و باور ژرف
ایدئولوژیک نتوانست موجبات خوشبختی و رستگاری ملت چین را مهیا سازد. سهل است که بر نکبت و ادبار پیشین چین افسود. ولی با جانشین شدن دنگ شیاوپنگ طی مدت کوتاهی حکومت و ملت چین راه دستیابی به رفاه و قدرت را شناخت. نتیجه راه دنگ شیاوپنگ آن است که امروز چین دومین قدرت جهان و تنها آلترناتیو ابرقدرتی است. چرا ماو نتوانست ولی دنگ شیاو توانست؟ پاسخ برخی از مفسران و فیلسوفان تاریخ به این پرسش چنین است: ماو میخواست جهان را تغییر دهد، ولی دنگ شیاو میخواست چین را تغییر بدهد. مثل حکومتگران ما که میخوان همه جهان را مسلمان کنند، کاخ سفید را حسینیه کنند و همه زنهای عالم چادر سرشون بکنند. کاش کمی به فکر ایران بودند. عرضم به حضورتون که اما کسانی که دارین برنامه رو میبینین، از فردا نرین سر کار، هر کاری دارین نرین، خدا یه روزی براتون مشخص کرده، چه کار بکنین چه نکنین روزی رو بهتون میده، بی خود چرا کار میکنین؟ این حرفای یک آخونده که کار نمیکنه و روزیش میرسه. ببینید، ما باور کنیم که اگر من الان طلبم نبودم، یه کاسبم بودم، همین روزی داشتم که الان دارم. اگه تاجرم بودم، همین روزی داشتم که الان دارم. روزی من مقدره. من باید زحمت بکشم برای چی؟ اصلا یه جمله بگم، کسی فکر کنه باید کار کنه روزی پیدا کنه، من فکر کنم کفر. جنجالی شدن بوسیدن پای شوهر در برنامه زنده، زانو زدن یک زن مقابل شوهرش و بوسیدن پای وی در یک برنامه تلویزیونی انتقادات زیادی را به دنبال داشته است. یک زن الجزایری که به همراه همسرش در برنامه خط قرمز تلویزیون از شروق الجزایر شرکت کرده بود، در مقابل دیدگان میلیون ها بیننده در مقابل همسرش زانو زد و پایش را بوسید. نگاه کن. أربعين مليون جزائري على المباشر دموعك غاليين. آزادی همان 5 دقیقه اول تولد است. بعد از آن اسمت را تعیین می کنند، شناسنامت، دینت، مذهبت و می مانی تمام زندگیت با جهل از چیزهایی دفاع می کنی که تو در انتخاب آنها دخیل نبوده ای. آقا اگه بیان یک کتاب چینی به شما بدن، میگن این کتاب چینی رو روزی چندین بار بخون رستگار میشی، چی میگیم بهشون؟ آخه بچه چند ساله رو مجبور میکنید که وایسن به عربی، زبانی که اصلا هیچی ازش نمیدونن، نماز بخونن. نگاه کنین اینطوری میشه اون وقت. بسم الله بل میگم اینا نگم زورد میاره. بسم الله و بلا بسم الله و بلا ایام میگم نگم میگم بچه نمیگم نگم بچه نمیگم. بسم الله و بالله الحمدلله، دو تا کلمه است. میدونم دو تا کلمه است، اما بچه همون داره نگفتم گفت اولی بار باشه که میگم. نمیگی بگی بگو باشه ببین از هم حافی بگیری کافی بگرم کنون اخوال داره باشه میرسه. مادرم هیچ وقت به من نگفت دوستت دارم،
وقت نداشت. دستش همیشه بند بود. بند بستن بند کفشای من که گره زدن بلد نبودم. دستش بند دکمه روپوش خواهرم بود. بند مشقهای برادرم. من اما دوست داشتنش را زنگهای تفریح در سیب قرمزی که ته کیفم گذاشته بود گاز می زدم. آقا وقتی همسر آدم میگه که وقت داری میخوام یه راجب یه موضوعی با صحبت کنم، تن خیلی ها میلرزه که وای چه شده است، چه اتفاقی قرار بیفته. این خانم به شوهرش گفته قهوتون رو بخورین، میخوام راجب یک موضوعی با شما صحبت کنم. اینم داره قهوهش رو میخوره که تموم شد به سر اون موضوع صحبت کنن. نگاه کنین. خب عرضم به حضورتون که یک پسری به نام جبار، درست دارم میرم دیگه؟ نه عربستانه، بله آره عربستانه، یک کره ماهی رو در امارات ساختن و در حال تکمیل کردنش هستن. با خیلی بزرگ که کلیپشو من هفته پیش نشونتون دادم که مردم میرن توی اونو مثل فضای ماه میمونه و همون جور سبکی که جاذبه ماه داره رو اونجا تجربه میکنن. توش هم امکانات خیلی فراوانیه، احتمالا به عنوان سمبل امارات هم معرفی خواهد شد در آینده نزدیک. عربستان، همین کشورهای عربی خوب فهمیدن چی کار بکنن. یعنی فکر این که خب نفت چند سال دیگه تموم میشه چه کنیم، توریست رو دارن جانشین نفت میکنن. عربستان ببینین با 500 میلیارد دلار بزرگترین پروژه تاریخ بشر داره میسازه. نگاه کنین، عربستان میخواد با 500 میلیارد دلار بزرگترین پروژه تاریخ بشر رو بسازه. محمد ابن سلمان ولیعهد عربستان قصد داره آسمان خراش های موازی به ارتفاع 500 متر بسازه که 170 کیلومتر طول داره، یعنی 4000 آسمان خراش رو به صورت خطی کنار هم و روبروی هم قرار بده و یه شهر خطی جدید بسازه. با 500 میلیارد دلار هم براش بودجه کنار گذاشت. این سازه‌های موازی دارای نمای بیرونی سرتاسر آینه هستن و قرار 9 میلیون نفر در این شهر ساکن بشن. این پروژه خط آینه نام داره و قرار تا سال 2030 1 میلیون نفر رو اسکان بده. یه نفرم گویا قرار بود اینجا سالی 1 میلیون خونه بسازه، اما این بار یادش رفت. بگذاریم. آسمان خراش‌های دو طرف با راهرویی به هم وصل میشن و قرار فضای خالی بینشون پارک، سیستم حمل و نقل پیشرفته، استادیوم و کلی چیزای دیگه باشه. اون 4000 برج هم مسکونی و تجاری خواهند بود. سیستم حمل و نقلش انقدر پیشرفته است که از اول شهر تا آخرش فقط 20 دقیقه زمان داره، یعنی 170 کیلومتر طی 20 دقیقه طی میشه. پسر بچه 10 ساله از دوسیران کازرون به نام جبار قدرت فوق‌العاده‌ای داره، مثل این سوپرمن های آمریکایی میمونه. و جالبه که اکثر مردم اون روستا هم قدرت های خیلی زیادی دارن، همشون هم میگن ما انجیر میخوریم انقدر قوی هستیم. بریم ببینیم این پسر چقدر قویه. بلند کن جبار، بلند کن بزرگ، بلند بلندش. جبار بلند کن، لسکی که آفاز را بلش کن. هر کل تو بچه کیه؟ بچه ادموند هیلاری، اولین فاتح اورست، پس از تلاش ناموفقش برای صعود رو به اورست کرد و گفت بر میگردم و تو را فتح میکنم. تو یک کوهی و نمیتوانی رشد کنی، اما من یک آدمم و میتوانم. او در سال 1953 اورست را فتح کرد. یک کلیپ کوتاه به نام رفتگر هستش که توضیح نمیدم، ببینید خودتون کیف کنید. چه موقعیتی رو ما از دست دستین حبس شده بود. پرتاب برای ایران. ما داریم خوب بازی میکنیم، اگر همین روند ادامه پیدا بکنه انشالله به گل هم خواهیم. چیکار داری میکنی؟ بسر جمعه رس کن.
بکن دستت کچیز میشه، لباسات کچیز میشه، مریض میشه، میری خونه مامانه دعوت میکنه. ولش کن این آقای بیمی اینجا تو پوره همینجا تمیز میکنه. آقا جان بری عطیف خود عطیف بی فرار میکنه دروازه فرصت برای چی مارتین لوتر کینگ گفته حتی اگر بدانم فردا جهان نابود خواهد شد باز هم درخت سیبم را خواهم کاشت. به یک خانم میپرسیدن که چند تا بچه داری؟ گفت 4 تا. گفت شغلاشون چیه؟ ببینیم چی گفته. یه خانمی پرسیدم چند تا بچه داری؟ 4 تا. آری چلا شغلاشون چیه؟ اولی مهندسی برقی، دومی مهندسی پتروشیمی، سومی هم دکتر، چهارمی هم درسته. چرا نمیندازش بیرون؟ چهارم میاره؟ اوی نه، هرچه هم ایمون همون داره میگه. لئون تولستوی نویسنده مشهور روسی میگه وقتی وارد میشوی لباست معرف توست، اما وقتی میروی حرفهایت. آنکه چی بود کند روبه مزاج، آنکه شیران را کند روبه مزاج، احتیاج است احتیاج است احتیاج. خرس با اون قدرت و اون صلابتی که داره وقتی گرسنه نگه داشته میشه ببینید چه التماس میکنه برای غذا. میگه مادر اگه 10 تا بچه‌م داشته باشه 9 تاشون پیشش باشه همش داره قصه اون یه دونه رو میخوره که پیشش نیست، از اون 9 تا بچه لذت نمیبره. مادر دیگه دستشون رو ببوسید. عرضم بزرگتون بریم چین رو ببینیم که داره، گفتم تو اون بخش دومین ابرقدرت جهان داره میشه دیگه، شاید هم اولین بشه. نگاه کنید. همتون کنار دریا رفتین دیگه، حالا همین چینی ها اگه بخوام برن کنار دریا میدونین چی کار باید بکنن و کجا برن کنار دریا؟ یه عکسی از کنار دریای چین براتون نشون میدم، نگاه کنین. یعنی زیرش نوشته بود اگر کسی بچهشو گم کنه بره دوباره تولید مثل بکنه بهتر راحتتر تا بتونه بچهشو اینجا پیدا بکنه. اما انتهای برنامه میخوام از رامش، یکی از خوش صداترین خوانندگان ایرانی، یک اجرای از همه وجودم مال تو رو با صدای شکوفه فخاری براتون پخش کنم. خیلی قشنگ خونده، تای برنامه حتما نگاهش کنید. 2-3 دقیقه هم راجع به حامی برنامه جی ال باکس صحبت میکنیم. 818-451-5678 818-451-5678 پیشرفته ترین رسیور اینترنتی با کیفیت فول اچ دی، به قول ما میگیم فول اچ دی 4K 1080 با کیفیت تصویری فوق العاده، تا
تعداد بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبان‌های فارسی، ارمنی، ترکی، عربی، دری، آذری، آشوری و خیلی زبان‌های دیگه هم داره که میتونید ازش استفاده بکنین. در ضمن جیل باکس شما فقط تو بخش فارسیش که میرید اینایی که گفتم، تازه شما میتونید برین تو بخش ترکیش تمام کانال‌های ترکیه رو، ورزشی، خبری، سیاسی، موزیک ویدیو ببینید. برین تو بخش عربیش تمام کانال‌های عربی کشورهای عربی رو. خیلی تنوع داره اگر روش گشتی بزنیم، ولی در بخش فارسیش بیشتر از 200-250 تا کانال فارسی داره. تقریبا هر جای دنیا حتی داخل ایران اگر کانال فارسی پخش میکنه، حالا کانال ورزش، کانال هر چی که هست، میتونید همه رو در جیل باکس HD500 ببینید. بیشتر کانالاش هم 72 ساعت آرشیو داره که اگه نتونستین یه برنامه رو ببینید میتونید برگردید عقب و برنامه رو ببینید. رادیوهای فارسی و غیر فارسی زبون همه رو داره، رادیو دکتر هولاکوی، 670، رادیو یا رادیو هر چی که میخوای، رادیو جوانان همه رو داره براتون. و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم سینمایی و سریال توش ثبت شده. هر شب هم هر سریال و فیلم جدید میاد بهش اضافه میشه. چند میگیری گریه کنی سریال جدید، نه ببخشید، مگه تموم عمر چند تا بهاره؟ این سریال جدید نگاهش کنه، خیلی بامزه است. و عرضم به حضورتون که اپ هم داره، یوتیوب، نتفلیکس، نمیدونم فیسبوک، کدی، همه اینا هم داره که میتونین استفاده کنین ازشون. اما فقط به شماره 818-451-5678 فقط به این شماره زنگ بزنید، دستگاه رو سفارش بدید که کارتتون رو خود کمپانی چارج بکنه. هر جام هستین، انبارتون کشور، چه اروپا، چه استرالیا، چه کانادا، چه آمریکا، همونجا آماده تنظیم شده. این خیلی مهمه، براتون میاد در خونه تحویل داده میشه، پست سفارشی میاره، امضا میگیره و دستگاهتون رو خودتون به راحتی با یه سیم که بزنین پشت تلویزیون، سیمی که توی اون جعبه ای که میاد همش هست براتون میتونین به راحتی خودتون نصب کنین. نصب هم نمیخواد، تنظیم هم شده و قیمتش هم قیمت خود کمپانیه، $389 آمریکایی. هر جایی هستین میتونین زنگ بزنین به شماره 818-451-5678. با واتساپ و تلگرام و بقیه شبکه‌های اجتماعی هم میتونین به رایگان با این شماره تماس بگیرید. و از همه مهمتر به این شماره که زنگ میزنین دستگاه جیل باکس رو سفارش میدین، حسن بزرگ بزرگش هم اینه که هر وقت سوالی، کمکی، راهنمایی خواستید میتونید دوباره به همین شماره زنگ بزنین و سوالتون رو مطرح بکنین. و معذرت میخوام و یادت باشد هر شب قبل از خواب وجدانت را ببوس اگر بیدار بود. خدا یا نگهدارتون. توی دنیا چی میخوام که به پا همه یه هستیم و من به سر و پات بریزم لب پرخنده میخوام بیا لب هم مال تو چشم پرگریه میخوام هر دو چشمام مال تو تا برات بگم من وجودم مال تو بذار تا فدات بشم من غرورم مال تو اگه بازی چه میخواد بیا قلبم مال تو اگه رود خونه میخوام سیل عشقام مال تو چرا من بی تو بمونم نمیدونم نمیتونم واسه یه زندگی کردم
من تو رو میخوام، خوب میدونم تو بدون عشقم تو هستی، برا من زندگی هستی، تو بدون عشقم تو هستی.